بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز امیدوار که خوب و صحت من باشید شاگردان عزیز درسی که امروز خدمتتان قرار داریم جسم نورانی و غیر نورانی اجسام شفاف نمه شفاف و کادر صنف هفتم مضمون فیزیک شما صفحه 57 کتاب درس 29 میشه درس 29 فیزیک هدف درس است؟ شاگردان عزیز بدانند که اجسام از لحاظ عبور نور سه قسم است از لحاظ عبور نور اجسام به سه قسم است اجسام شفاف اجسام نمه شفاف و اجسام کد را به همدیگر تعریف میکنیم درس قبلی که خواندیم درباره حادثه خصوف و کسوف بود درباره سایه خواندیم سایه را تعریف کردیم سایه جسم عبارت از یک ساحه تاریک می باشد که جسم باعث شده که نور در او ساحه نتابه نور در او ساحه عبور نتانه ما حادثه خصوف و کسوف تعریف کردیم گفتیم هرگاه در یک خط مستقیم آفتاب، زمین و محتاب قرار می گیره نور آفتاب وقتی که در سطح زمین برخورد میکنه سایه زمین بالای محتاب میفته قسمتی از محتاب ما تاریک میبینیم این حادثه را به نام خصوف یا محتاب گرفتگی میشنسیم و هر که آفتاب محتاب و زمین در یک خط مستقیم قرار بگیره زمانی که ما از زمین به طرف آفتاب نگاه میکنیم سایه محتاب در قسمت از آفتاب میفته او قسمتی را ما در آفتاب تاریک میبینیم این حادثه به نام کسوف یا آفتاب گرفتگی میباشه کار خانگی که داده بودیم شاگردان عزیز حتما انجام دادین تحقیق کردیم گفتیم از طرف صبح سایه شما نسبت به خود شما طویل است اما از طرف چاشت سایه شما نسبت به خود شما کوتاه به نظر می رسد دلیلش چی است پیدا کردین تحقیق کردیم چرا یک حادثه بسیار مهمی که میتونه وجود داشته باشه زاویه تابش میتونه وجود داشته باشه با کدام زاویه نور بالای یک جسم میتابه او زاویه خیلی تأثیر داره از طرف صبح نور آفتاب با کدام زاویه بالای ما برخورد میکنه و زمانی که آفتاب از جایی که طلوع میکنه حرکت میکنه زمین چون در حرکت است ما گاهی وقت میبینیم که قسمی فرض میکنیم که اینی آفتاب حرکت میکنه در حالی که تو نیست زمین در حرکت هستن جایی که آفتاب وجود داشت تلو کرده زمین چون حرکت کرده زاویه ای که آفتاب نورش به ما میتابه از طرف صبح و زاویه ای که نور آفتاب از طرف چاشت بالای ما میتابه فرق میکنه زاویه فرق میکنه به هر اندازه اگر زاویه خوردتر باشه به زاویه خورد میتابه سایه به ما اندازه بزرگتر تشکیل میشه اگر با زاویه کوچکتر با زاویه خورتر نور بالای ما بتابه سایه ما از ما کده بزرگ تشکیل میشه از طرف صبح دلیلش هم نیست اگر زاویه را ما بزرگتر بسازیم نور از زاویه بزرگ بر ما جسم برخورد میکنه در عقب ما در پشت سر ما سایه ما کوچکتر تشکیل میشه پس دلیلی که صبح سایه ما بزرگ است چون زاویه بر کوچک هستن از طرف چاشت و ظهر سایه ما از خود ما بزرگتر به نظر می رسد دلیلش هستند که نوری که به ما میتابه با یک زاویه بزرگ وارد میشه دلیل همیست کار خانگی که گفتیم از طرف صبح سایه شما نسبت به خود شما طویل تر است بزرگتر است اما از طرف چاشت سایه شما نسبت به خود شما کوچکتر است دلیلش شما تحقیق کردین پیدا کردین و ما هم وضاحت بیشتر برتان می دلیلی که صبح سایه ما از خود ما که طویلتر و بزرگتر است چون حادثه تابش نور بالای یک جسم بستگی به زاویه داره زاویه ای که آفتاب با سطح زمین می سازه. نور آفتاب با سطح زمین می سازه هر اندازه زاویه کوچکتر باشه به مو اندازه سایه بزرگتر تشکیل می شه. چون از طرف صبح نور آفتاب با سطح زمین زاویه که می کوچیک کوچک هستند به دلیل است که سایه ما از طرف صبح بزرگتر و از نسبت به خود ما بزرگتر تشکیل میشه از طرف چاشت به خاطر که زمین در حرکت هست و سطح زمین با منبع نوری و خود نوری آفتاب یک زاویه کاملا بزرگ میسازه نور با یک زاویه بزرگ نسبت به سطح زمین به جسم ما برخورد میکنه و سایه ما از اصل جسم کرده و از خود ما کرده کوچکتر تشکیل میشه این دلیلش بود درباره جسم نورانی و غیر نورانی هم شما از درس های قبلی معلومات دارین ما گفتیم دو قسم است اجسام یا جسم نورانی است یا غیر نورانی اجسام نورانی یا جسم های نورانی به او جسم هایی گفته میشه که از خود نور داره مثل آفتاب نور از خودش است ستاره ها نور از خودش است چراغ نور از خودش است اجسام غیر نورانی به اجسامی گفته میشد به جسم هایی گفته میشد که خودش نور نداره مثل ما یک معلم هستم یک جسم غیر نورانی هستم تخت پاک یک جسم غیر نورانی است چوب و تخته یک جسم غیر نورانی است ما جسم غیر نورانی را دیده نمیتانیم مگر ای نور از سطح یک منبع نوری یا جسم نورانی به او برخورد بکنه به این سطح برخورد بکنه و بعد از این نور انعکاس و برگشت پیدا بکنه به کمک نور منعکسه ما میتونیم این جسم غیر نورانی را ببینیم درباره اجسام شفاف و نمه شفاف و کدر صحبت میکنیم اجسام از لحاظ عبور نور به سه قسم است اجسام از لحاظ عبور نور به سه دسته تقسیم می یک اجسام شفاف دو اجسام نیمه شفاف سه اجسام کدر اجسام, اجسام شفاف را تعریف کنیم اجسام شفاف چی است؟ اجسام شفاف اجسامی هستند که نور را کامل از خود عبور میده اجسام شفاف اجسام هستند که نور را کامل از خود عبور میدهند نور را کامل از خود عبور میده مثل شیشه مثل هوا خود هوا یک جسم شفاف است نور کامل ازش عبور میکنه شیشه یک جسم شفاف است مثل گفتیم چی؟ مانند هوای پاک و شیشه نه هوای غبار آلود هوای غبار آلود دیگه جسم شفاف نمیتونیم بگیم برای چرا شما تجربه میکنین زمانی که هوا غبار است غباری که هستن موتورایی که در سر کاملا چراغ متر روشن میشه دلیلش چیست؟ چون نور کامل از این هوای غبار و از این غبار عبور نمیکنه وقتی که کامل عبور نکرد ما در روی سرک در طرف مقابل خود ما اجسام خوب دیده نمیتونیم بنابراین باید مترا چراغ خود را روشن کنند تا که با کمک از این نور آفتاب کاملا نور بتونیم بیشتر بتابانیم و اجسام خوبتر و بهتر دیده بتانیم اجسام نمشفاف اجسام نمشفاف اجسام هستند اجسامی هستند که قسمت از نور را از خود عبور می کامل عبور نمیدهند که قسمت از نور را از خود عبور میدهند نه کامل کلا و کاملا نور از خود عبور نمیدهند مثل پلاستیک مثل کاغذ کاغذ پاک صاف این ما میگیم یک جسم نمه شفاف اجسام کدر اجسام کدر اجسام هستند که نور را از خود عبور نمیدهند. مانند چوب مانند چوب مانند تخته اینا اجسام چی هستن؟ اجسام کدر هستن خب شاگردان عزیز به خاطری که اجسام شفاف نمه شفاف و اجسام کدر خوبتر بشناسین ما آمدیم از وسایل بسیار ابتدایی از وسایل محیطی که ما همیشه به او سر کار داریم استفاده میکنیم یک چراغ دستی بر شما نشان میتونم این چراغ دستی منبع نور است نور از این منبع تابش پیدا میکنه و نور وارد میشه کاغذی که در اینجا دارم این کاغذ زخیم و دبل هستند به عنوان یک جسم کدر میشناسم این کاغذ یک جسم کدر است ما میگیم اجسام کدر اجسام هستند که نور را از خود عبور نمیتن ببینیم ما توسط چراغ دستی در کاغذ نور را میتابانم میبینین چراغ دستی روشن است در مقابل نور این چراغ دستی کاغذ قرار میتونم کاغذ زخیم آیا شما از این طرفش نور دیده میتونین؟ نه همچنان تخت پاک تخت پاک من نور زمانی که چراغ دستی را روشن کردیم زمانی که این نور را من خوایم بتابانم آیا شما در این سمتی تخت پاک نور را دیدم می میتونین؟ میگین نه به خاطر چی تخت پاک یک جسم کدر است نور را از خود عبور نمیته جسم نیمه شفاف چی است نیمه شفاف یک قسمتی از نور را عبور میده این کاغذ کاغذی پاک و صاف این یک جسم نیمه شفاف گفته میتونم برش زمانی که من نور را میگیرم از این میتابانم شما ببینین کامل آیا این نور خیلی روشن است یا بعد از که شما از کاغذ میبینین میبینین نور ضعیف به نظر میرسه دلیلش چی است یک قسمتی از این نور را کاغذ از خود عبور داده یک قسمت را در خود جذب کرده این میشه یک جسم نیمه شفاف جسم کاملا شفاف مثل هوا اینی هواست در اطراف ما و شما هوا وجود دارد زمانی که من نور را میتابانم شما کاملا نور اینجا میبینید نور کامل میبینید این میشه یک جسم شفاف یک جیل که اینجا هستن یک سنتایزاری که هستن این ما به عنوان یک جسم شفاف میشناسیم زمانی که نور را ما از این میتابانم عملا شما میبینید نور دیده میشه به این سنتایزاری نور شما میبینید پس این میشه یک جسم شفاف جنبندی درس ما به چی هست؟ ما گفتیم که اجسام از لحاظ عبور نور سه قسم است یا شفاف است یا نمه شفاف است یا کدر است اجسام شفاف به اون اجسام گفته میشه به اون جسم میشه که نور کامل از خود عبور میته اجسام نمه شفاف اجسام هستند که قسمتی از نور را از خود عبور میته و جسم کدر به جسم گفته میشه که نور را اصلا از خود عبور نمیته ای بود درس امروز ما امیدوار که درس یاد گرفته باشین شاگردان عزیز کار خانگی شما دوباره فصلی که داشتیم تمام شد سوال های فصل میه سوالات زیلا در کتابچای خود حل و از سوالات و در کتابچای خود حل بکنین سوال اول جز الف ب جیم و دال و سوال دوم فقط دو تا سوال اول و دوم کار خانگی شماست این دو تا سوال کار خانگی تان است در کتابچه خود حل بکنید تا جلسه بعدی که دوباره خدمت شما خوبان و عزیزان قرار میگیرم یکا یک شما عزیزان را به خداوند پاک و مهربان مسپارم موفق و بهروز باشید تشکر شما